آیات قرآن با همدیگر ترابط دارد، اولش، آخرش، وسطش، هر سوره‌ای یک هدف معینی را دنبال میکنه. آیات قبل با آیات بعد هماهنگ هست، گرچه ممکن هست موضوعهای مختلفی طرح بشود، لکن تمام اینها با هم هماهنگ هست. ولذلك یکی از مسائلی که در علم اصول ذکر میشه، در فقه هم ذکر میشه، اینه که سیاق قرینه هست برای فهم آیات و سیاق در قرآن حجت هست. البته لازم نیست که همیشه این گونه باشد، چون که ظواهر حجت هست، گاهی به خاطر جهتی از ظاهر دست برمی‌داریم، لذا در آیات متشابه احتیاج به بیان تأویلش توسط راسخین در علم داریم. ممکن است شما یک آیه را ببینید، اول آیه در موضوعی باشد، وسط آیه در موضوع دیگر، آخر آیه در موضوع سوم هست. همچنانی که روایتی از حضرت امیر در این زمینه روایت شده، خب خود ما هم در آیات دیدیم این مسئله را. اما این که در چند موضوع هست، معناش این نیست که اینها هماهنگ با هم نیستند، ارتباط با هم ندارند. ممکن است چند موضوع با هم مرتبط باشند در غرضی که اون آیه یا اون سوره اون غرض را دنبال می کند. بنابراین فهم ارتباط آیات و سیاق آیات مهم هست، زیرا گاهی در معنا و در ظهور کلام تأثیر دارد. خب گاهی ما این سیاق را متوجه میشیم، ارتباط را متوجه میشیم، ظاهر هم حجت هست. گاهی متوجه نمیشیم، خب در اینجا باید امر را از پیامبر و اهل بیتش جویا بشیم. گاهی هم به عنوان احتمال هم ممکن است که ذکر میشه، به شرطی که تفسیر به رأی نباشد، چون که تفسیر به رأی ممنوع هست و آن این است که انسان آیه را برخلاف ظاهرش تفسیر بکنه و در تفسیر خلاف ظاهر هم دلیلی از خود قرآن یا از فرمایشات پیامبر و سایر معصومین علیهم السلام نداشته باشد، که این از محرمات بسیار بزرگ هست، گناهان کبیره هست، زیرا که ممکن است که موجب انحراف انسان باشد و تحمیل رأی خودش بر قرآن کریم.